درود به شما هممیهنان عزیز، درود به شما دوستداران خوب. توی این چند ماه انقلابی که پشت سر گذاشتیم و امیدواریم که همچنان ادامه داشته باشه و به نتیجه برسه که همچنان میبینیم ادامه داره، خیلی از جوانای ما چشماشون رو از دست دادن، سلامتیشون رو از دست دادن، دست و پاشون رو از دست دادن. خیلی هاشون گوشه زندان ها هنوز هستن زیر شکنجه. خیلی ها هستن که شهید شدن، کشته شدن. جمعه خونین زاهدان رو هیچ کس فراموش نکنه و هرگز فراموش نکنین. سالها به ما گفتن بلوچا آدم کشن، بلوچا میخوان جدایی طلبن، میخوان از ایران جدا کنن این خطه سیستان و بلوچستان رو. جز دروغ و تفرقه هیچ چیزی تو مغز ما نکردن. مردم، وقت وقت آگاهی، وقت وقت بیداری، وقت وقت قدرشناسی و ارج نهادن به کسایی هست که تو این دوره اعتراضات جون خودشون رو از دست دادن. یاسر الوندیانی یکی از همین عزیزانی هست که تو این انقلاب چشم خودش رو از دست داد. ایشون متولد 67 هستن، هنرمند فعال در زمینه منبت، قلمزنی و گچبری هستن، دارای سابقه ورزشی در رشته‌های کشتی، سنگ‌نوردی و وشو و دارای عناوین استانی و کشوری هستن. این شهروند 34 ساله که ساکن استان همدان هست، در اواخر شهریور 1401 از ناحیه چشم با اصابت 3 ساچمه آسیب دید و یکی از چشماش هم بینایش رو به طور کامل از دست داد. این ویدیو تقدیم به تمامی غیور مردان و غیور زنانی که برای این آزادی و برای این انقلاب هزینه دادن. امروز نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است. گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است. تو ره رو به دیرینه ی سر منزل عشقی، بنگر که ز خون تو به هر گام نشان است. آبی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود که پیوسته روان است. از روی تو دل کندنم آموخت زمانه، این دیده از آن روست که خونابه فشان است. دردا و دریقا که در این بازی خونین، بازیچه ایام دل آدمیان است. دل برگذر قافله لاله و گل داشت، این دشت که پامال سواران خزان است. فایل صوتی داریم از برادر جاویدنام، علی روزبهانی، گفته که فشار رو بردن و تطمیع کردن که علی رو بسیجی معرفی کنیم، قبول نکردیم و به همین دلیل نذاشتن دیگه علی رو در بیمارستان ببینیم. تهدیدم میکردن که حواست باشه دوتا خواهر داری. گفتیم اصلا پیکر علی رو نمیخوایم، اما کسافتکاری نمیکنیم. علی روزبهانی 4 آبان که روز تولدش هست بود، در خیابان بنی هاشم تهران گلوله خورد و 10 در بیمارستان نیروی دریایی ارتش بود و 3 عمل جراحی هم انجام دادن، اما متاسفانه جون خودش رو از دست داد و چون خانوادش مذهبی بود بسیار تحت فشارشون قرار دادن که بگن بسیجی، اما خانوادش قبول نمی کنن. به سختی پیکرش رو به خانواده تحویل دادن و در جو شدید امنیتی به خاک سپردنش. این ویدیو خیلی طولانیه ولی ما خیلی کوتاه از این ویدیو برای شما میذاریم. اومدن خونه ما، به ما میگفتن که ما براش یه تشییع جنازه آنچنانی میگیریم، نمیدونم شهید اعلامش میکنیم و این مبلغی که به خانواده شهدا میدن رو به ما هم میدن که ما بگیم علی بسیجی بوده که شهید شده به دست مردم، به دست هر کسی. و خب هم غیر واقع بود، همین که اگر ما نمیشد این کار کرد، چون اون موقع به اسم این که یه بسیجی شهیده 4 دیگه بیگناه مثل سید محمد حسینی، مثل محمد مهدی کرمی رو به اسم علی میکشیدن بالا به ناحق. موقعی که خبر علی رسانه شد بیشتر لحنشون دستوری شد، یعنی مثلا منو تهدید میکردن که حواست باشه دوتا خواهر جوان تو خونه داری، بابا رو یه مدل، خواهرام رو یه مدل. فشار روی ما بیشتر بود و میگم لحنه دستوری بود، گفتن از خبرگزاری میزان میان، شما باید اونجوری بگید و اینا. ما نپذیرفتیم، ما حتی گفتیم ما پیکر علی رو هم نمیخوایم، ولی این عذر میخوام این کثافتکاری رو هم نمیکنیم. زنده ایم، فقط هستیم برای دادخواهی عزیزانمون، چه بچه‌ای که کشته شدن، چه عزیزایی که تو بازداشتن. و من امیدوارم ازتون دستتون رو میبوسم که به فکر بازداشتیام باشید، لطفا صدای بازداشتیامون هم باشید به امید دادخواهی.
کلیپی از رقص و شادی به همراه صدای آوازخوانی جاویدنام عرفان خزائی و همچنین تصویری از برادرزاده یک ساله اون که دلتنگ چهره زیبای عموش هست داریم. این ویدیو از توییتر احسان خزائی برادر جاویدنام عرفان هست. عرفان خزائی جوان اهل شهریار در 30 شهریور و در جریان خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی متاسفانه هدف گلوله نیروهای سرکوبگر قرار گرفت و جون عزیزش رو از دست داد. مراسم 40 عرفان به صحنه تظاهرات علیه حکومت تبدیل شد. هموطنان ویدیو ارسال کرده که در اون جمهوری اسلامی رو به یه درخت خشکیده پوسیده و تو خالی تشبیه کرده که تنها قسمت کمی از اون سبز مونده و اونم سرنوشتی محتوم مثل سایر قسمت‌های درخت داره. خامنه ای اوایل خیزش انقلابی جمهوری اسلامی رو به درخت تناور تشبیه کرده بود، ولی خب به نظر میرسه که روز به روز پایه‌های مشروعیت و مقبولیت این حکومت در حال ریزشه. من تو مسیرم این درخت رو دیدم، خیلی برام جالب بود. میخوام این درخت رو تشبیه کنم به جمهوری اسلامی که کلش پوسیده و خشکیده. البته حیف این درخت که اینجوری شده، ولی کن باید تشبیه کنیم به جمهوری اسلامی، همه جاش پوسیده و خشکیده، فقط یه تیکه کوچیکی مونده ازش که اونم به زودی میخشکه. را کنید این قسمت سر همون آدمایی که آدمایی هستن که بی‌طرفن، همون قشر خاکستر. محمد عمرانی ویدیو جدیدی داده بیرون که صحبتاش جالبه، ببینیم. بعضی از این مسئولین گفتن که مشکلات فرهنگی مثل حجاب و میشه سپرد به خود مردم که آتش به اختیار حل کنه. فکر بعدی هم نیست، آخه همه کارا رو که دولت نمیتونه انجام بده، به سوریه و یمن و فلسطین و لبنان برسه، پراید تولید کنه، غنی‌سازی کنه، واکسن کرونا درست کنه، مردم هم باید کمک کنن دیگه. آتش به اختیار باید مثل مسائل حل کنن. من فهم میکنم مشکلات اقتصادی و تورم هم میشه آتش به اختیار حل کرد. این جماعت که زیر خط فقرن خودنشم برن پای ماستی ماسکی تو این بانک ها هر چقدر پول میخوان بردارن، یا برن تو فروشگاه بزرگ یا مواد غذایی، البته دولتیش چون دولت و ملت نداره که، برن اون تو گوشت مرغ هر چی لازم دارم بردارم. آتش به اختیار آره، اصلا نمیشه همه مشکلات دولت رو عهده بگیره. آتش به اختیار خیلی خوبه، خیلی از مشکلات ما رو حل میکنه. ها؟ سپاسگزاریم که مانند همیشه با ما همراه بودین و ما رو هم حمایت کردین. حتماً کامنت بذارین و نظر خودتون رو راجع به این برنامه ها بذارین و یادتون نره که با لایک و کامنتتون میتونین از ما حمایت کنین تا ما هم ویدیوهای بهتر و با کیفیت تری برای شما تهیه کنیم. تا درودی دیگر، بدرود. دوستان عزیز، تیم ما برای تهیه ویدیوهای این کانال زحمات زیادی رو متحمل شده. اگه محتوای ما رو میپسندید، لطفاً برای حمایت از ما کانالمون رو سابسکرایب و روی زنگوله کلیک کنید.